گایز، خیلی خوش اومدید به چنل نیما قدیری. من دومین بلاند دیت که نمیشه، اولین بلاند دیتیه که دارم واسهتون میگیرم. کلیپ قبلی ایکس دیت بود، یه ذره شرایط اوکی نبود، صدا اوکی نبود، ویوی خوبی نداشتیم. ما تصمیم گرفتیم استاپش کنیم یک ماه، یه ذره شرایط رو بهترش کنیم. ببخشید اگه صدای پا میاد، یه هاپوی کوچولو اینجاست، نمیتونم بغلش کنم بهتون نشون بدم. شرایط رو درستش کنیم که بتونیم یه کلیپ با کیفیت که در شأن شما عزیزان هست براتون درست کنیم و بذاریم و ببینید و لذت ببرید. و اینکه قراره ما داخل چنلمون کلیپایی که اکس دیت هستن، دو تا کلیپا واقعی نیستن، هماهنگ شدن، و یکی از کلیپا واقعیه. براش کلی جایزه قراره بذاریم. کسایی که کلیپ واقعی و درست جواب بدن یه هدیه خیلی خوب میگیرن، ولی کلیپ هایی که بلاند دیت هستن خیر، جایزش اینه که با هم دیگه آشنا میشن و تونستن دوست داشتن با هم اوکی میشن، یه رابطه خوبی شروع میکنن. اگرم نه که هیچی، بریم که ادامه رو داشته باشیم در کنار دو تا دوست خوبمون که یکیشون از دوستای خودم هستن، آمانی هستن، و خانومی که اومدن در کنار ما آشنایتی باهاشون نداریم و یه سری سوال از جفت طرف قرار که بپرسیم ببینیم با هم دیگه میتونن اوکی باشن یا خیر. دوستان اول از همه دوست دارم خودتون رو معرفی کنید. مانی جان لطفا شما سکوت کنید، خانوم مقدم تر هستن، بفرمایید. سلام، اسمم نیلوفر. نیلوفر خانوم، بله، خیلی خوشبختم از آشنایتون. سنتون رو نگید لطفا، سن رو قراره که حدس بزنید. آقا مانی شما؟ مانی هم همین دیگه. مانی هم همین دیگه. یه سوالو میخوام اولش بپرسم، شما اصالتا کجایی هستی؟ شیراز. شما؟ تهران. تهران، یعنی اصیل تهران. بچه پشت سر خنده رو گرفتن. نه، اصالتا گیلانی همش. گیلانی. اصالت پدری ها؟ پدری تهران زاده. اوکی، خب بریم سر دومین سوال. شغلتون چیه؟ اول دوست دارید که جواب بده؟ خانم جواب. چه مرده با شخصیتی، بفرمایید. من اپراتور لیزر. اپراتور لیزر صورت و بدن؟ همه چی. خیلی ممنون. شما؟ من آرایش. آرایشگری. نظرتون راجع به آرایشگر چی خانم؟ نظری ندارم. هیچ نظری ندارید؟ تا حالا با یه آرایشگر دیت نداشتین؟ چرا؟ داشتی؟ بله. خفم بوده؟ خیلی. اوه مای گاد. بریم سوال سوم رو بپرسیم. چند وقته که تو رابطه نیستین؟ دوستان، کسایی که میان وارد برنامه ما میشن، شرکت میکنن، خیلی وقتی که حالا یا دیتی نداشتن یا جدا شدن یا کات کردن، ما تایمشون نمیدونیم، ولی با این شرایط میان. چند وقته که دیت نداشتین؟ کدومتون دوست جا؟ خانم بفرمایید. یک سال. یک سال. شما؟ من دو سال. ولی من تا جایی که میدونم شما خیلی وقته. مانی ما خیلی وقته که اصلا دیت جدی نداشتم. وارد رابطه‌ای که میشید بیشتر قیافه واسهتون مهمتره یا پول؟ قیافه و استایل یا پول؟ استایل و قیافه. استایل و قیافه. خب اگه استایل و قیافه خوبی داشته باشه و پول نداشته باشه چی؟ من خودم هزینه‌شو میدم. آها، هزینه‌شو. چقدر خوب. زشت پولدار یا خوشگل بی پول؟ خوشگل بی پول. سوالو سخت‌ترش کردم فکر کنید. شما چی چطور؟ شما دوست به کسی که وارد رابطه میشید پولدار باشن بدون استایل خوب یا خوشگل باشن بی پول؟ خوشگل بی پول. شما همه از نیاز شما دوتا هزینه کنون بردیم بچه توی ماشاءالله. به نظر جفتتون تو رابطه کی باید هزینه ها رو بده؟ خب نباید یه نفر هزینه بده یه نفر نده، دو نفر باید هزینه کنن واسه هم دیگه. قشنگ تر. من به نظرم همه هزینه رو با من. همه هزینه ها رو؟ همه دیگه. مثلا کافه‌ای هست، رستورانی هم. ولی شما دقت کردید که خانم یه ذره صحبتشون برگشت؟ گفتن که اگه پول نداشت من همه هزینه هاشو میدم، ولی الان دارن میگن. خب نه، میگی هزینه کنه بهتر. کدوم هزینه کنه؟ اگه پول نداشتی. خب نداشته باشه دختره هزینه. شما هزینه. خب کسی نداره چه
سوال قشنگی. حالا شاید دختره ازش خوشش اومد. خوب نباید بره، نباید بره. کسایی که پول ندارن نباید وارد رابطه بشن. خب نمیتونن برن یه فلافل بخورن، برن با موتور با هم دور بزنن، لب رودخونه بشینن، چیتگری، جوجه بازی. نه. اصلا فکراتون یه ذره متفاوته. تو دیت اول طرفو که میبینید چی بیشتر از همه واسه تون مهمه؟ استایلش. فقط استایل. استایل. چشاش رنگی باشه یعنی؟ نه، چشم ابرو مشکی. میشه کامل دقیق تر بگی؟ چشم ابرو مشکیه. جذاب. استایل منظور چیه؟ لاغر باشه یا هیکلی قد بلند؟ چه جوری باشه؟ با. چیزی که تو ذهنتون دوست دارید رو بگید. خب چیزی که تو ذهنمه باید بیارمش فرصم بخیمید. خب نه بگید، ما متوجه میشیم. چشماش قصد. آقا مانی شما چی؟ استایل. استایل چی میشه دقیق به ما بگی؟ ببخشید من مثلا استایلی که من دوست دارم، مثال باید توپل خوب باشه، حتی بی اعتراضی نباشه، یا استایل لاغر و استخونی، شما کدومش مد نظرتونه؟ چش رنگی، مو بلوند، چی؟ همه اینا رو من بگی. توپل توپل چرا میخندی جان؟ توپل استایل کلاسیک. حالا شما هم دیگه ندیدید، به نظر شما مانی چه استایلی زده؟ خب کسی که میگه استایل چیز دوست دارم، توپورو نمیم کلاسیک و اینا، قطعا خودش خیلی احساس میکنم گنده است. توپول آقا مانی کلاسیک هم تیری به کلاسیک زدم احساسم. شما فکر میکنید چجوری هستن خانوم نیلوفر؟ من فکر میکنم استایل کژوال. کژوال. لاغر تو پلن؟ نه لاغر، نه تو پلن. شما نیاوران احتمالا زندگی نمیکنید. نه. خب این که پارتنرتون بالا شهر زندگی کنه یا پایین شهر واسه تون مهمه؟ خیر. خیر؟ شما چطور؟ بله مهمه؟ بله. بالا شهر باشه یا پایین شهر باشه؟ بالا شهر باشه. چرا؟ خب هم رفت آمد راحت تر میشه، هم که بالاخره راحت تره بگیره. فقط فقط رفت اومد. حالا مثلا یه ساعت تو تر اسنپ بگیره بیاد از پایین شهر سخت میشه. سخت میشه. با احترام به تمام دوستانی که پایین شهر تهران زندگی میکنن، اگه یه روز قرار باشه بین رفیقات و پارتنری که بهش حس داری یکی رو انتخاب کنی، کدوم رو انتخاب میکنی و چرا؟ رفیقان. رفیق. بله. چرا؟ چون که رفیقان واسم رفیقات. شاید هم حالا شما شده بستگی داره به اینکه چقدر صمیمیم به اون پارتنر. نه دیگه متوجه سوال فکر کنم نشید. به پارتنری که حس دارید عاشقشی قرار باشه رفیقت رو انتخاب کنی یا پارتنرت، کدوم رو انتخاب میکنی؟ چه رفیقات؟ تام رفیقات. بابا چون نگارتن مراماتون رو عشقه به خدا. اینجای برنامه احساس میکنید که طرف مقابلتون چجور آدم یه چجور شخصیتی داره؟ خیلی آدم خودخواهیه. خودخواهه؟ چرا؟ مشخصه بینید از مرس آدمش کامل مشخصه. شما؟ به چه دلیل؟ دلیلش خواست خودم مهمه. شما؟ منم احساس کنم ایشون خودخواه. دعوا میشه من هم به احساس به ازنم به خیلی بهتره که اینجا برنامه رو تموم کنیم، ادامهش ندیم، اینو میزنن احساس میکنم دیگر رو نشوخی میکنم. باشه من میخوام پرده رو بردارم، یه چشمن میبندم رو چشاتون. من اینکه یه چالش مثل مانی دارم میخوام انجام بده و از طریق اون سن شما رو حدس بزنه. اوکی؟ خواهش میکنم از زیر چشمنده هم دیگر رو نگاه نکنید، الان لحظه ای که باید همدیگر رو ببینید. واسه آمانی یه چالشی داریم، با اینکه دست بزنن به دست خانوم و صورتشون، حدس بزن از سنشون چقدره. اوکیه؟ لطف میکنی نزدیک دستتون رو میگیرن چون خانوم الان چه صورتشون هم میخوایی دست بزنی؟ به نظر چند سالشونه؟ احساس میکنم اون داره هفتاد و شیش. خب چشمنداتون رو
بر ندارید. تا اینجا برنامه با لایک و دیسلایک به هم دیگه لایک میدید یا دیسلایک؟ 3 2 1. خب دست عقب. چقدر شوالف شد. با شما من چشمانداتون رو بردارید هم دیگه رو ببینید. 3 2 1. زودتر در بردید. خب دیدید هم دیگه رو. یک بار دیگه چشماتون رو ببندید. نه با دست دیگه، چشماتون رو ببندید. الان که همدیگر رو دیدید چشاتون رو ببندید با دست، نمیخواد بذارید. لایک و دیسلایک بدید دوباره به هم. 3 2 1. الان اینجای برنامه حدس میزنید که چند سالشون مانی که حدس دستت به صورت شما و دست شما حدس که شما 26 سالتون باید باشه. شما چی حدس میزنید؟ هفتاد و هشت نو. یعنی چند سال میشه؟ نه اون هفت بیست و شیش هفت شاید هم خوشی کنم. نه بگی شما درست گفت. چند سال دارم؟ 26 سالتون. شما حالا سن دقیقتون رو بگید. من 34. 34 سالتونه ولی اصلا نمیخوره. من تعجب کردم. آچه الان که همدیگر رو دیدید طرفتون، یعنی دو طرف، اون چیزی که تو تصورتون بود یواش یکی بود یا نه فرق داشت؟ شما فکر میکردید که یه آدم توپول باشه با یه لباس کلاسیک دارم. ولی خب توپول که نیستن. شما چی؟ کجوال گفتی پوشید؟ میپسندید تیپ همون؟ نه خیلی. چقدر؟ چقدر مقیانه؟ خیلی خواهش خواهش میتونید یه بار دیگه ماسکاتون رو بزنید؟ یه سوال میخوام بپرسم بعد تو این سوال آخرین سوالمه. لایک و دیسلایکتون رو هوا میمونه، بعد ببینید. بذارید لطفا. بله بچه ها با لایک و دیسلایک به من دیگه نشون بدید که دوست دارید یه دیت دیگه با هم دیگه داشته باشید یا خیر و لایک و دیسلایکتون همینطوری بمونه. بفهم. خب بردارید چشمانداتون رو. ای وای آقا مانی لایک، خانم نیلوفر دیسلایک. چرا؟ چون اصلا هیچ جوره به من نمیای. آها من به شما نمیام. هیچ جوره. با شما چی تو خودت دیدی که فکر کردی؟ بچه ها فقط خواهش میکنم که با احترام با هم دیگه صحبت کنی. بی احترامی نباشه. یه صحبت کوتاه با هم داشته باشی. اصلا که موهاش رنگی خیلی بدم میاد. بعد این که واقعا جای بچه منی. کلا فکر کنم 5 سال با هم یه 8 سال تفاوت سنی دارید. 8 سال تفاوت سنی اوکی؟ لایک نمیخواد بدید یا دیسلایک؟ نه هنوز. آقا بعدش میاد از شما دید. تو بالاخره آشنایی من باید راحت هم میتونم باشه. دوست ندارید هم دیگر ببینید؟ خیلی. نظرتون راجع برنامه چطور بود؟ عالی. شما بچه کجایی؟ من باست. شما کجای تهران زندگی میکنید؟ سعادت آباد. سعادت آباد. فکر کنم از شما بالاتر هم هستش. بیادم شهر. نه شوخی میکنم. تمام کسانی که تو هر نقطه‌ای از تهران یا خارج از تهران زندگی میکنن واسه ما قابل احترام هم. اصلا لور و ترک و شمالی و اینا هم نداریم. با هر لهجه‌ای هر جا که زندگی میکنی انسانی. مهمترین چیز انسانیت. سعی میکنیم به هم دیگه احترام بذاریم. امیدوارم که از دیدن این برنامه خوشتون اومده باشه. آقا مانی بکنم خیلی خوشحال شد دستت به لب خانوم و دستشون، ولی خانوم نبودن، یکی از دوستان ما بودن که اومدن این بسر. متوجه شدین یا نه؟ متوجه شدین. امیدوارم که لذت برده باشید از این برنامه. با لایکاتون میتونید که حال ما رو خوب کنید، کامنت بذارید، ایده به ما بدید. خیلی دوستتون دارم. از این به بعد قراره که یک هفته 3 تا کلیپ بلاندیت، یک هفته 3 تا کلیپ اکس دیت داشته باشیم که اکس دیت های ما جایزه داره. عاشقتونم، میبوسمتون.